سلام. در فر خبر امشب تمرکز بیشتر بر تلفات غیر نظامیان و افزایش این تلفات و اثرها و پیامدهای آن بر روند صلح خواهد بود. مهمانم در این برنامه بانو شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. بانو اکبر، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، وقتتان بخیر. تشکر که وقت گذاشتین. نخست تلفات غیر نظامیان در حمله ها، به ویژه حمله های اخیر و در سال روان میلادی، و سپس پیوند این مسئله و اثرش بر روند صلح مورد بحث خواهد بود. اما درباره تلفات، از رهگذر تلفات، غیر نظامیان در چه وضع قرار دارند؟ با عرض سلام و ادب خدمت شما و بیننده های ترو نیوز، و با سپاس از اینکه به این مسئله بسیار مهم میپردازیم. متاسفانه آمار تلفات ملکی بسیار بالاست، به خصوص دو هفته گذشته یافته های ما نشان میده که تلفات ملکی در نقاط مختلف افغانستان، هم در اثر حملات طالبا، هم در اثر حملاتی که داعش مسئولیت چه میگیره یا کس مسئولیت چه نمیگیره، مثل قضیه شفاخانه در کابل، و هم موارد تلفات ملکی توسط نیروهای دولتی بالا رفته در سراسر افغانستان. با سایش خشونت متاسفانه آمار تلفات ملکی بالا میره. مثلا یافته های ابتدایی ما از امروز، از روز سه شنبه، نشان میده که ما متاسفانه بیش از 20 فرد ملکی در حوادث متفاوت زخمی و کشته شدن. طبعا هرچقدر که میزان خشونت ها بالا میره و میزان تلفات ملکی بالا میره، امید و اعتماد به روند صلح کمتر میشه. مردم امید خدا به امکان کاهش خشونت و امکان صلح از دست میتن متاسفانه. و همچنان مسئله دیگه که بسیار مهم است ایست که زخم‌ها و نفرتی که وجود داره عمیق‌تر میشه متاسفانه در بین مردم، فاصله بیشتر میشه، و این فاصله ها و این زخم‌ها یک روند دست یافتن به یک صلح پایدار بسیار زیاد دشوارتر میسازه، به خاطر که ما به عنوان یک جامعه صح. یک جامعه زخمی‌تر و یک جامعه دورتر از همدیگر میباشیم. خب، و مسئله صلح و آسیب پذیریش و اثر پذیریش از تلفات غیر نظامیان و افزایش این تلفات پسانتر از شما میخوایم بفهمم. اما یونما از افزایش 25% تلفان در ماه اپریل، ماه گذشته میلادی، از سوی طالبان خبر داده، و همچنان تلفات غیر نظامیان از سوی نیروهای دولتی در ماه گذشته میلادی 38% افزایش را گزارش کرده یونما، که در مقایسه با سال پار و ماه اپریل سال پار است. تایید میکنین دلیل چی است؟ این افزایش ناشی از چیست؟ ما هنوز ارقام خود نهایی نکردیم برای ماه گذشته، ماه اپریل، که آمار که شما به اشاره میکنین که یونما داره از ماه اپریل است، ولی در مجموع ما هم متاسفانه این روند افزایش تلفات نسبت به ماه قبل، ما هم این روند متوجه شدیم و مستندسازی ما همی هم نشان میده، و دلیلش افزایش خشونت هاست و شدت گرفتن جنگ. بدون ماه گذشته میلادی، ماه اپریل که شما آمار ندارین در بارش، سازمان ملل متحد آمار تلفات غیر نظامیان را از آغاز سال روان میلادی تا پایان سومین ماه همین ماه نیز پخش کرده. در ماه های جنوری، فوریه و مارچ امسال 533 غیر نظامی مشمول 150 کودک در افغانستان جان باختند. عامل 39% این تلفات طالبان گفته شدن، دولت هم 21% نقش داشته در این کشتار. این قابل تایید است؟ چیز یافتین در این باره؟ تفاوت بین آمار ما و یونما معمولا بسیار زیاد کم است، و اگر تفاوت های هم وجود داره معمولا به این دلیل است که بعض نقاط کشور از کنا دسترسی دارن و میتونن که آمار تایید کنن، و بعض موارد است که ما دسترسی بیشتر نسبت به اونا داریم میتونیم آمار تایید کنیم. اما در مجموع گزارش های تلفات ملکی بین ما و همکاران ما در یونما یک هماهنگی وجود داره. در مجموع
روند مشابه است و ارقام بسیار زیاد نزدیک است. به این معنا که متاسفانه بله در سه ماه اول سال تلفات ملکی بودند و زنا و اطفال از این تلفات ملکی بسیار متاثر شدند. آمار یافته های ما هم ایران نشان میده و عاملین تلفات ملکی هم طالبا بودند و هم نیروهای دولتی و نیروهای بین المللی. بسیار خوب، 39% این تلفات در سه ماه نخست سال روان میلادی به طالبا منصوب شده و 21% به نیروهای دولتی افغانستان از طرف سازمان ملل متحد. که در کل این 60% تلفات را تشکیل میده، 40% دیگر عاملش کیست؟ او را باید شما از یوناما بپرسین، به خاطر از این که دستبندی ارقام یعنی عاملین اونا انجام دادن گزارش اوناست. گزارش کمیسیون در مورد تلفات ملکی گزارش 6 ماه اول سال آخر جون منتشر میشه و ما یک گزارش در دهه اول رمضان داشتیم از تلفات را که ما در دهه اول رمضان شاهدش بودیم، ولی بر اساس گزارش های ما هم یک تعداد از حوادث هست که منجر به تلفات ملکی میشه که عاملینش نامشخص است. کس ادعا نمی کنه و تحقیقات ما هم به نتیجه نمی رسد این موارد که دقیقا عاملش کیست. بعض موارد داعش است، بعض موارد است که کاملا دقیق مشخص نمیشه که عامل حمله یا عامل تلفات ملکی کی بوده. در گزارش سازمان ملل متحد از گروه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان به عنوان عامل 60% با سهم هر دو طرف یاد شده، 40% دیگر یک بخشش مربوط احتمالا نیروهای خارجی خواهد بود و گروه داعش. افزون بر این دو نیروهای خارجی و داعشان، گروه دیگر هم است در افغانستان که دست به کشتار غیر نظامیان بزنه و یا هم در نتیجه عمل کردش تلفات و آسیب به غیر نظامیان وارد شده؟ خب من در مورد راپور یوناما گفته نمیتونم، ولی در موارد که ما تلفات ملکی را مستندسازی میکنیم موارد است که قتلای هدفمند اتفاق میفته که مشخص نیست دقیقا که عاملش کی بوده، عاملش با آسانی مشخص نیست، کس ادعا نمیکنه و مشخص نمیشه که عامل حادثه کی بوده. موارد هم است که مثلا موارد مینای چسبکی و موارد مشابه به او هم است که عاملش مشخص نمیشه. ما دقیق نمیتونیم بگویم برای شما یا به هیچ کس دیگه دقیق نمیتونیم بگویم که عامل این حملات دقیقا کیست، به خاطر از این که امو شیوه هایی را که ما برای تعیین عامل داریم با استفاده از شیوه ها نمیتونیم که عامل این حملات تعیین کنیم. منتها واقعیت است که در وضعیتی که جنگ دوام داره میزان خشونت ها بسیار زیاد بالاست و توان نیروهای امنیتی بسیار مصروف جنگ است که جریان داره امرای طالبا و امرای داعش، یک فرصتی هم به وجود می آید که گروه های مختلف و افراد مختلف در خشونت سهم بگیرن و این گاهی منجر به تلفات ملکی میشن. بانو اکبر، بس پاسخگو بودن عاملین کشتارها به ویژه کشتارهای غیر نظامیان در میان است، چقدر پاسخگو هستند حداقل دو طرف اصلی حکومت و طالبان در برابر کشتار غیر نظامیان؟ خب عاملین کشتار غیر نظامیان باید با عدالت روبرو شوند. در مواردی که تلفات غیر نظامیان توسط دولت یا نیروهای طرفدار دولت یا نیروهای بین المللی اتفاق میفته، ما بعد از مستندسازی قضایا را راجع میکنیم با اونا و خواستار در هر مورد خواستار تحقیق میشیم به خاطر که واضح شود عاملین. و شما هم شاید هستین که دولت بارها در این موارد به خصوص موارد بسیار تکان دهنده وعده تحقیق هم داده، در موارد حیاتان فرستاده میشن به ساحه و تحقیق انجام میتن. چیزی که ما هم نمیفهمیم و مردم هم ایست که نتایج تحقیق چی میشه. اکثرا نتایج تحقیق علنی نمیشه متاسفانه. و شما هم این صلاحیت را ندارین که دولت را مورد بازپرس قرار بدین و یا حداقل نتیجه تحقیقات را درباره کشتار غیر نظامیان بخواین. ما مکررن نتایج تحقیق در مورد کشتار غیر نظامیان را میخواهیم. کمیسیون بخش از
تلاش میکنه که بخش از بحثایی که در مورد محافظت از افراد ملکی است باشه در سطح دولت، ولی نتایج تحقیق در اختیار ما قرار نمیگیره، قرار نگرفته که ما بتونیم بگیم که در این موارد مشخص نتایج تحقیق در اختیار ما قرار گرفته. این شاید به دلیل باشه که تحقیق کامل نمیشه یا شاید دلایل دیگه داره، اما نتایج تحقیق یکی از انتقادهای عمده ما است که نتایج تحقیق باید علنی باشه و مردم باید قابل دسترس باشه، به خاطر از اینکه مردم بفهمند که دقیقاً چه کسایی دخیل بودن، چه اتفاقی بر از اون افتاد، آیا یک اشتباه بود، آیا عمدی بود، و طبعا عواقب هر کدام از او فرق میکنه. مسئله جبران خسارت به خانواده ها است که او بسیار زیاد یک مسئله جدی است که باید پیگیری شوه. در بعضی موارد است که حکومت جبران خسارت میکنه، اما باز از محکمه و پیگیری قضایی عاملین باز ما چیزی نمیشنویم. در مورد طالبان بخی یک بحث متفاوت است، به خاطر از اینکه اونا معمولا نمیپذیرن که مرتکب تلفات ملکی شدن. یعنی عموما وقتی که اونا در مورد تلفات ملکی صحبت میکنن، فقط بحثشان در مورد تلفات ملکی از طرف دولت و نیروهای خارجی است. به خاطر او یک گفتگوی است که بسیار در مراحل ابتدایی خود واقعا قرار داره، به خاطر که مسئله دیگه فهم طالبان از افراد ملکی است که در فهم که طالبان از افراد ملکی دارن و فهم را که ما در قوانین بشردوستانی بین المللی داریم تفاوت وجود داره، و او را باید اصلا باید یک فهم مشترک وجود داشته باشه از ای که کدام افراد ملکی هستن، و باز مسئولیت بپذیرن طالبا بر تلفات ملکی که فعلا وضعیت رقم نیست. بسیار خوب، یعنی هر دو طرف افزون بر حکومت، گروه طالبان هم در قبال کشتار غیر نظامیان پاسخگو نیستن، اولان این کشتارها مورد پیگرد قرار نمیگیرن. تا به حال ما بسیار موارد محدود داشتیم که حکومت جبران خسارت کرده به خانواده ها، ولی در مورد تعقیب عاملا حداقل معلومات نیست که در اختیار ما و در اختیار مردم قرار گرفته باشه از طرف دولت. در مورد طالبا همونطور که پیشتر هم گفتم، اونا معمولا حتی نمیپذیرن مثلا وقتی که یک اتفاق میفته که یک جای تلفات ملکی اتفاق میفته و اسناد مشخص وجود داره و ما و سایر نهادهای بی‌طرف و اسناد موارد مستندسازی میکنیم، اگر دولت یا نیروهای بین المللی دخیل باشن، تا حد اذعان میشه به این مسئله که اینجا تلفات ملکی اتفاق افتاد و ما این را تحقیق بیشتر میکنیم، ولی در مورد طالبا حتی مو روزنه برای گفتگو نیست متاسفانه. موارد هم وجود داشته که عمدن غیر نظامیان مورد حمله قرار بگیرند. مثلا درباره کیستی عاملان حمله های اخیر در برچی کابل و خیبه ننگرهار که میان امریکا و افغانستان تنش هم آفرید، شما چیز یافتین؟ خب ما معمولا تمرکز ما سر یافتن عاملی نیست، به خاطر از اینکه ما امکانات امنیتی و شیوه تحقیق ما امکانات امنیتی هم نداریم و شیوه تحقیق ما متمرکز یک تحقیق امنیتی نیست که ما پیدا کنیم که مردم چطور تانستن وارد این فضا شوند، کیا بودن، چی نوع اسلحه داشتن، مثلا اجساد معاینه کنیم. اینا تحقیق ما متمرکز به قربانی هاست، به این معنا که چند نفر فرد ملکی در اینجا متاثر شد، چی نوع آسیب به افراد ملکی رسید، چند نفر زخمی شد، سرنوشتی زخمی ها چی میشه، چون در بعضی موارد داریم که اوائل تلفات ملکی پایین است، یعنی تعداد کشته‌ها پایین است، ولی متاسفانه دو سه روز بعد به تعدادشان افزایش پیدا میکنه. موارد دیگه را که ما از نزدیک تحقیق میکنیم است که در کنار تلفات جانی چی نوع خسارت دیگه به افراد ملکی یا به یک ساختمان عامل منفعه رسید، و باز اگر وعده های مشخص به قربانی ها سپرده میشه، در صورت درخواست و شکایت قربانی ها باز ما ایران پیگیری میکنیم که وعده ها تا چی حد پیگیری شد و تا چی حد به اصلاح امو فرصت هایی که باید اختیار قربانی ها قرار می گرفت یا جبران خسارت که میشد تا چی حد به اون مسئله توجه شد. بنابراین تمرکز ما و
شیوه کار ما و اولویت ما کاملا متفاوت است، چون مسئله حقوق بشری است نه امنیتی. مثلا اگر بخواهین دادخواهی بکنین، در صورت مشخص نبودن عامل این کار ناممکن است؟ نه خیر، نه، ما هنوز هم مثلا مثال میتونم بر شما، ما قضیه بسیار دلخراش را که در شفاخانه اتفاق افتاد، دادخواهی ما متمرکز تنها به طبعا یک بخش از دادخواهی ما نیست که شناسایی عاملا، یعنی کار شما نیست، فقط درخواست شناسایی میکنین و نهادهای دیگر هستن که باید کار بکنن. تشکر. حتما درباره به حالات اخیر و پیش آمدهای اخیر در باره کیستی عاملان هندو حمله برچی و خیبه اطلاعات دارین؟ حکومت طالبان را به دست داشتن در این حمله متهم ساخته، ایالات متحده امریکا عکس این مسئله گروه داعش را عامل این حمله ها میدانه، شما در این باره هم چیز گفته نمیتونین؟ خیر، این متاسفانه یعنی صحیح تمرکز ما نیست. بسیار خوب. اما اختلاف نظر میان دو متحد استراتژیک درباره کیستی عامل یک جنایت یا یک حمله بر غیر نظامیان بر شما نگران کننده است؟ حداقل دو همکار تفاوت دیدگاه درباره یک بحث دارند. بر ما چیزی را که در حملات در تلفات ملکی همیشه نگران کننده است و باقی میمانه مسئله دسترسی قربانی‌ها به عدالت است. متاسفانه ما در این مورد، منظورم دولت افغانستان در این مورد ضعیف عمل کرده و هر بار که یک حادثه دلخراش تازه اتفاق میفته، یک یادآوری یک مسئله است که عدم پیگیری جدی قضایا باعث میشه که یک فرهنگ مافیات تقویت شود و عاملین بیم کمتر از پیگیری و تعقیب اجری داشته باشند و قربانی ها امید کمتر به عدالت. این مسئله است که محور توجه ماست. بسیار خوب. در پاسخگویی و مورد پرسش قرار دادن طالبان، اکنون شما زمینه بیشتر به شما فراهم است، حداقل نشانی رسمی از طالبان در دست است؟ روابط این گروه با کشورهای چون امریکا، روسیه، چین و قطر زمینه ساز این مسئله شده؟ ما تمام هر باری که گزارش تلفات ملکی خود منتشر میکنیم از همه طرفین میخواییم، به خاطر از اینکه مشخص هم میکنیم که چه تعداد از حوادث عاملینش کیا هستن، خواستای مشخص از طرفین مطرح میکنیم. با توجه به اینکه طالبا علاقمند هستن که وارد یک پروسه سیاسی شوند و علاقمند هستن که خود به عنوان یک گروه با دیدگاه سیاسی مطرح کنن، به نظر ما مسئولیتشان بسیار بیشتر از حال در برابر محافظت از افراد ملکی اگر واقعا نیتشان وارد شدن به پروسه صلح هست. به همین دلیل هم در گزارش اخیر ما که منتشر شد در سال 2000 پایان سال 2019 یک خواست مشخص را که از طالبان مطرح کردیم، در کنار طبعا خواست را که همیشه مطرح می‌کنیم که افراد ملکی باید محافظت شوند، این بود که دسترسی بتن به همکارای ما در مناطق تحت نفوذشان تا ما بتانیم بهتر مستندسازی کنیم موارد تلفات ملکی را، چون بعض وقتا وقتی که ما یونما یا نهادهای دیگر گزارش تلفات ملکی را منتشر میکنیم، طالبا ارقام ما را نمیپذیرن، ولی در این حال وقتی که اونا ادعای تلفات ملکی را مطرح میکنن و برای ما امکان رفتن به اون مناطق و مستندسازی نیست، بسیار زیاد کار ما را پیچیده میکنه. بنابراین اونا به عنوان یک گروهی که مایل هستند حداقل در رسانه های بین المللی خود به عنوان یک گروه مسئول میخواین معرفی کنن، مسئولیت اولشان در برابر مردم افغانستان و به ویژه مردم ملکی افغانستان است و خواست ما مکررن از اونایی بوده که با توجه به این مسئولیت قوانین بشردوستانه بین المللی در نظر بگیرن و از هدف قرار دادن افراد ملکی جدا خودداری کنن. بسیار خوب. بریم به بحث صلح و پیوند. میتونیم این بحث را با همین مسئله تلفات غیر نظامیان، در وجود توافقنامه دوحه و تعهد طالبان به خاطر نشستن به میز مذاکره و صلح با طرف، خشونت ها همچنان ادامه دارند. شما گفتین که آمار اخیر شما نشان میده که 20 تن
و 20 غیر نظامی در خشونت ها جانهایشان را از دست دادند. در وجود تعهد صلح و توافق دوحه، ادامه خشونت و کشتار غیر نظامیان نگران کننده است، نگرانی بار می آید و بحث توافق امریکا طالبان را با پرسش روبرو می سازند. دقیقاً ادامه خشونت ها بعد از موافقت نامه امریکا و طالبان و خصوص با توجه به این مسئله که فهم را که مردم افغانستان حداقل از جانب امریکایی داشتنی بود که یک میزان از خشونت ها پایین میاید و در حد هفته کاهش خشونت یا شاید حتی پایین تر از او بیاید میزان خشونت ها از طرف طالبان، ادامه خشونت ها و بعدا موضع‌گیری اخیر حکومت هم در مورد اتخاذ یک موقف تهاجمی به این معناست که ما متاسفانه در مثلا امروز من اشاره کردم نزدیک به 20 تن فرد ملکی در اثر جنگ و خشونت آسیب دیدن. این پیچیدگی ها را بر روند سال ایجاد میکنه به خاطر از اینکه نه تنها از اعتماد بین طرفین مذاکره کننده میکاهه، بلکه امید مردم به توافقنامه و باورشان به امکان توافق پایین میاره به خاطر که خب بونو اکبر بحث احتمال نادیده گرفته شدن جنایت های جنگی یا ضد بشری که از طرف گروه طالبان اتفاق افتاده و یا هم متهم به دست داشتن در این جنایت ها هستن در صلح با طالبان وجود داره، شما نقش در روند صلح دارین تا به این مسائل بپردازین و تاکید بکنین؟ نقش را کمیسیون بر خود در روند صلح می‌بینه نظارت از روند صلح به عنوان نهاد مستقل و در این حال محافظت از حقوق بشری تمام مردم افغانستان است که شامل مسائل مثل حق زنان، دسترسی به رسانه ها و حق آزادی بیان و حق قربانی است. مشخصا سوال شما مرتبط میشه به حق قربانی ها. در مورد حق قربانی ها دیدگاه کمیسیونی است که بر ما قربانی هر فرد ملکی است که در جنگ ها آسیب دیده، در خشونت ها آسیب دیده، صرف نظر از این که عامل کی بوده. به این معنا وقتی که ما در مورد مسئله حسابدهی و در مورد مسئله عدالت صحبت میکنیم، نیروهای خارجی و حکومت افغانستان هم مستثنا نیستن از دید ما به عنوان یک نهاد مستقل. طالبا، داعش و در این حال در موارد که حکومت و یا نیروهای خارجی بعد باعث تلفات ملکی شدن فهم ما امیست. تشکر. و آخرین پرسش در باب صلح، یک بار گفتین که در آغاز برنامه البته که رسیدن به صلح پایدار بدون عدالت ناممکن است، درست شنیدید؟ رسیدن به صلح پایدار بدون توجه به خواسته و مطالبات قربانی ها اگر ناممکن نه بسیار دشوار است. باید خواستها و مطالبات قربانی ها در محور گفتگوهای صلح قرار داشته باشد، ولی متاسفانه تا بال را وقتی که ما میبینیم مراحل مختلف را که تا بال را ما پشت سر گذاشتندیم، هرچند مراحل ابتدایی است به شمول روند تبادله زندانی ها، متاسفانه صدا و مطالبات قربانی ها جایگاهی را که باید داشته باشه نداشته. ما به تلاش خود به خاطر از اینکه قربانی ها بخشی از پروسه باشند دوام خواهد دادیم. تشکر. بحث پیگیری جرایم جنگی در افغانستان افزون بر نهادهای داخلی، انتظار میره که نهادهای جهانی هم به این مسئله بپردازند. در ماه مارچ امسال، حدود چیز کمتر از دو ماه پیش، دادگاه جهانی کیفری اجازه آغاز تحقیق درباره جرایم جنگی را در افغانستان صادر کرد. پیگیری میکنین این بحث را پیشرفت در این زمینه در کار است؟ دقیقا ما بحث از نزدیک دنبال میکنیم. دادگاه تصمیم گرفت، حکومت افغانستان به خاطر شرایط کووید 19 درخواست یک وقفه کوتاه را کرد. دادگاه با این خواست موافقت کرد، ولی در این حال بر اساس اطلاعاتی که ما داریم حکومت کار میکنه از حد یک درخواست تعویق طولانی تر، اما او درخواست تعویق شامل اتهامات جرایم جنگی توسط امریکا و طالبان نخواهد شد. ما هنوز متن درخواست حکومت طالبان علنی نشده، ما معلومات نداریم. باز در روشنایی از او ما موقف خود اعلام خواهد کرد. تشکر بسیار. و یک خبر خوش هست و همراه با امیدواری و احتمال به نتیجه رسیدن هم ممکن بسیار کوتاه. یک روزنه بسیار خوب است، یک فرصت خوب است برای قربانی ها. تشکر.
تشکر بانو شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از حضورتان در برنامه. و همچنان تشکر از بیننده های گرامی که فراخبر امشب را دنبال کردند. وقت بخیر.